سلام عزیزان، وقت بخیر. آیا علل تب و راه های مقابله با تب رو میدونید؟ اگر نمیدونید در این ویدیو با ما همراه باشید تا آموزش های لازم رو به شما بدیم. تب یک واکنش بدن نسبت به عوامل خارجی. این عوامل خارجی میتونه ضربه باشه، میتونه دندون در آوردن باشه، شروع بیماری های ویروسی باشه، تب دار به علت بیماری میکروبی باشه، قارچی باشه و حتی استرس های زندگی هم میتونه باشه. اون چه که باید در نظر بگیرید این که دمای بدن به صورت طبیعی در یک محدوده هست، در یک عدد ثابت نیست و شما میتونید امتحان کنید که این اعداد در صبح ممکنه نیم درجه دمای بدن کمتر خنک‌تر باشه و در غروب این افزایش دما رو داشته باشید. بنابراین دمای بدن رو مغز سعی میکنه در یک محدوده تنظیم کنه که متأثر از عوامل محیطی هم هست. یعنی اگر شما در یک دمای بسیار گرم قرار بگیرید همراه با پوشش خیلی زیاد قرار بگیرید، ممکنه که دمای بدنتون هم بالا بره. اما اونچه که ما به عنوان تب ازش یاد میکنیم یک واکنش دفاعی بدنه و تا زمانی که اون عامل در بدن ما وجود داره تب هم وجود داره و این تصور رو که یک بار دارو بخورید قرار همه چی خوب بشه یا یک ساعت بعد از اینکه از مطب مراجعه کردید همه چی باید خوب باشه، حال عمومی خوب باشه رو باید از ذهن دور کنید، برای اینکه این اتفاق نه طبیعیه و نه منطقیه و این رو در نظر بگیرید که اون عامل میکروبی که وارد بدن شده در دمای بالایی که بدن خودش براش ایجاد میکنه امکان زنده ماندن کمتری داره. بنابراین هنر والدین و مراقبین اینه که دمای بدن رو در یک محدوده خوب و نزدیک به طبیعی نگه دارن، نه کاملا طبیعی. قرار نیست که در واقع کاملا طبیعی باشه، اگر اینجور بود که بیماری در واقع از بین رفته بود. اما اونچه مسلمه اندازه‌گیری دمای بدن توسط دماسنج رو هست که تب رو مشخص میکنه. اینکه دست بزنید به شونه یا به سینه یا به گردن بگید داغه، پیشونی داغه، این ملاک نیست. برای این اندازه‌گیری ها معمولا مخاط های داخلی بدن هستن که دقیق‌ترین دما رو به ما میدن که مهمترین و دقیق‌ترینش میشه ناحیه مقعد و بعد از اون دهان و بعد کانال گوش و در نهایت اندازه‌گیری های پوستی است که کمک میکنه به شما. اگر چنانچه مقعد بالای 38 بود میشه تب، دهان به علتی که خنک‌تره بالای 37.5 بود نیم باید اضافه بشه تا بشه تب، و زیر بغل از 37.2 به بالا رو باید در واقع 7.5 تا 8 اضافه کنید و میشه معیار تب. اندازه‌گیری ها در نوزادان شیرخوار و مقعد ممکنه راحت تر باشه و یا کشال ران و از زیر بغل، ولی در بچه های 4-5 سال به بالا که همکاری دارن میتونید که از اندازه‌گیری حفره دهانی خصوصا زیر زبانی براشون استفاده کنید. اما خود تب راههایی داره که باید برای کنترلش، اولا برای اینکه دارو رو میتونید استفاده کنید، استامینوفن یا ایبوبروفن، شربت‌های اینجوری که کمک میکنن. علاوه بر دارو یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بشه انجام تنشوی است. اینکه حمام ببرید، زیر آب سرد بگیرید و یا تغییرات دمایی ایجاد کنید یا دستمالای سرد خیس روی بدن کودکان بذارید یکی از اشتباه ترین و رایج ترین کارهایی که انجام میشه، به این خاطر که با سرمای زیاد افت دمای شدید ایجاد میکنید در بدن، در حالی که اون عامل خارجی در نواحی کنترل کننده دما در مغز در واقع در جرات رو تنظیم کرده روی عدد بالاتر. بنابراین مهمترین کاری که میکنید استفاده از اسفنج یا یک پارچه‌ای که در آب ولرم مختصر مرطوب شده از ناحیه گردن به پایین حالت لیف کشیدن و رسوندن رطوبت به بدن هست و نه هیچ کار دیگه. کلیه کارهای دیگه‌ای که باعث بشه دمای بدن رو شدیداً افت بدید مثل مصرف بیش از حد دارو، نزدیک به نزدیک دارو استفاده کردن، همه اینها و یا استفاده از دوش آب سرد همه کمک میکنه که دمای بدن سریعاً افت کنه و بعد از اون دوباره بدن به صورت جبرانی با لرز شدید دمای بدن رو برسونه به اون درجه‌ای که اون عامل خارجی براش تنظیم کرده. در مورد تب دقت کنید، آیا هر تبی رو باید مراجعه کنید؟ خیر،
در مورد بچه هایی که زیر 3 ماه هستن بالای 38 درجه رو باید حتما مراجعه کنید. برای نوزادان هر افزایش دمایی بله باید حتما مراجعه بشه. برای مواردی که 3 ماه تا 36 ماه هستن تبهای بالای 39 درجه نیاز هست که حتما به پزشک مراجعه کنید. اما در مواقعی که حتی تب در حول هوش 38 درجه باشه ولی بیماری زمینه ای داشته باشن، خدای نکرده بچه ها مبتلا به سرطان، بیماری کلیوی قلبی یا بیماری ریوی داشته باشن به صورت مزمن و یا اینکه یک عامل مشخص سردرد شدید، علائم گوارشی، حالت های تهوع، استفراغ، گوش درد و یا درد مفصلی داشته باشن و یا دچار تنگی نفس و علائم شایبه این شده باشن، نیاز هست که حتما رعایت بشه. در مورد اندازه گیری در شهرات هم دقت کنید، تا حدود 20 دقیقه قبلش نباید چیزی خورده باشن، بلافاصله بعد از حمام کردن نباید در جهارت رو اندازه بگیرید، بلافاصله از زیر پتو بچه رو نباید بیرون بکشید و دمای بدن اندازه بگیرید، اینا باید کمی فاصله داشته باشه از این کارها. در زمانی که کودکان تب دارن استراحت و مایعات کافی و نفرستادن به جاهایی مثل مهد کودک، مدرسه که عامل در واقع انتشار بیماریشون به دیگران هست، هم نقش داره که حتما رعایت کنید. بعد دقت بفرمایید که در شرایطی که کودک تبدار هست حتما محیط خونه خنک باشه و با کمترین پوششی که ممکنه در واقع کودک رو نگه دارید و خودتون کمک نکنید به افزایش درجه حرارت. و اینکه هر چقدر تب بالاتر بره نشانه شدت بیماری هست، خیر همچین چیزی نیست و هیچ ارتباطی نداره و این در واقع سیستم ایمنی بدن هست که داره این کار رو انجام میده. اگر چنانچه عزیز دارید که مشغول مراقبت هست کودک خودشون هستن، این ویدیو رو با اونها هم در اشتراک بگذارید تا بتونن سریعتر مراقبتشون رو انجام بدن. ممنون از توجهتون.